نام خدا. امروز میخوایم راجع به آرایه ها صحبت کنیم و یکم جدیتر بریم سراغ کاربرد آرایه ها در توابع و چیزهای به این شکل. خب بذارید با یه مثالی شروع کنیم. ما اول اسم مثالمون اسمشو میذاریم Max Index و فایلش رو ایجاد میکنیم، وارد فایل میشیم. خب مثل همیشه کتابخونه CDIO رو اینکلود میکنیم، کتابخونه یکی برای چاپ خروجیامون و خوندن ورودیامون بهش احتیاج داریم. من تابع مینم رو تعریف میکنم و کار رو شروع میکنم. خب برای اولین گام ما میخواییم یه آرایه تعریف کنیم، پس مثل همیشه int ARR داخل کروشه میتونیم سایز آرایه‌مون رو بنویسیم، مثلا 10 تا و میخواییم بهش مقدار اولیه بدیم. خب همونطوری که میدونید توی سی برای مقدار اولیه دادن به آرایه ها میتونیم اسم آرایه، یعنی در واقع در هنگام تعریف آرایه، نه اون جایی که دقیقاً داریم مینویسیم int ARR، دقیقاً هنگام تعریف آرایه‌مون میتونیم با استفاده از اپراتورهای آپولاد، آپولاد باز آپولاد بسته، مقدار اولیه آرایه‌مون رو بدیم. خب برای شروع من بهش مقدار 1, 2 و 3 میدم. خب اولین نکته این که من سایز آرایه‌ام 10 و من 3 تا خونه‌شو مقدار دادم. اتفاقی که میفته اینه که خونه‌های دیگه‌ای که من در واقع راجع به مقدارشون صحبت نکردم مقدار پیش‌فرض 0 رو می‌گیرن. در نظر داشته باشید که این داستان فقط مال زمانی که من دارم مقدار دهی اولیه رو انجام میدم. اگه برای آرایه‌ام مقدار دهی اولیه انجام ندادم، مقداری که تو خونه‌های آرایه است برای من مقدارهای پیش‌بینی نشده و تصادفی خواهند بود. خب در اولین قسمت من یه حلقه میزنم روی آرایه ARR ام، اینت آی مساوی 0، آی کمتر از 10، 10 سایز آرایه منه، آی پلاس پلاس. و خب داخل حلقه هم کاری که انجام میدم اینه که میام خونه ها رو چاپ میکنم، پس مطابق شکل ARR آی رو چاپ میکنم. بعد در ادامه چاپ کردنم ببخشید خب آرایه‌ام رو چاپ میکنم. بذارید اول این قسمت از برنامه رو که نوشتیم امتحان کنیم. من فقط یه printf \n هم میزنم که در نهایت یه خط بیام پایین تر. بذارید تا اینجای برنامه رو که نوشتیم یه امتحانی بکنیم، بعد میریم سراغ اصل داستان که اصلا داستان Max Index بود. خب پس بذارید ما یه امتحان بکنیم. برنامه رو کامپایل میکنم. خروجی که چاپ میشه نگاه کنید. خونه ها هر کدوم که مقدار دهی نشده بودن توی این مقدار دهی اولی همون مقدار 0 رو اختیار کردن. خب فقط خواستیم مطمئن شیم که مقدار دهی اولی با آرایه ها رو بلدیم، تعریف آرایه همون درسته و چاپ کردن آرایه رو ببینیم. حالا ببینیم سراغ اصل داستان. اصل داستان اینه که ما میخواییم یه برنامه بنویسیم که توی یه آرایه بهمون بگه که اندیس بزرگترین خونه اون آرایه چیه. خب برای این کار من یه تابه تعریف میکنم، اسم تابه رو میذاریم int max index که قراره ایندکس در واقع بزرگترین خونه اون آرایه رو به ما بده. برای اینکه آرایه رو پاس بدیم به تابه جزء پارامتر ورودی تعریفش میکنیم، int ARR کروشه باز کروشه بسته. خب همونطوری که به احتمال زیاد خاطرتون هست ما گفتیم که نمیتونیم راجع به سایز آرایه ها داخل تابه ها صحبت کنیم. ببینید من یک بار دیگه برای اینکه بحث جا بیفته تکرار میکنم، ما اگه آرایه رو به یه تابه پاس بدیم راجع به سایزش تو اون تابه هیچ اطلاعاتی نمیتونیم داشته باشیم، اما راجع به آرایه هایی که داخل اون تابه تعریف شدن ما میتونیم اطلاعات داشته باشیم. پس چی شد؟ آرایه هایی که داخل تابه مون تعریف شدن ما راجع بهشون اطلاعات داریم، اما آرایه هایی که به تابه هم پاس داده میشن رو راجع به اندازشون اطلاعاتی نداریم. بنابراین لازمه که سایز رو هم در کنار آرایه به تابمون پاس بدیم. خب توی تابه Max Index چی کار میکنیم؟ ببینید الگوریتمی که اینجا انجام میشه الگوریتم جالبیه، توی مقاله مسائل هم میتونه بهتون کمک کنه. کاری که انجام میدیم اینه که میایم تعریف میکنیم int ایندکس مساوی با 0 و این ایندکس رو ریترن میکنیم. تعریف ایندکس برای ما چیه؟ ایندکس اندیس بزرگترین عنصر آرایه تا به اینجا کاره. خب من اولش فرض میکنم که اندیس بزرگترین در واقع خونه آرایه ما 0، یعنی فرض کردم که بزرگترین در واقع خونه آرایه ما 0. اما خب این فرض قطعا فرض درستی نیست. چرا؟ چون ممکنه عنصر ماکسیمم آرایه ما یه جای دیگه ای باشه. برای اینکه این فرض رو درست کنم و اصلاحش کنم یه حلقه می نویسم، از خونه یکم شروع میکنم و تا زمانی که از سایز کمتره آی رو مقدارش رو زیاد میکنم. کاری که انجام میدم اینه، میگم خب من فرض کرده بودم که خونه ایندکس بزرگترین خونه است. اگه خونه پیدا شد که از خونه ایندکس مقدارش بیشتر بود، من چی کار میکنم؟ ایندکس رو به این خونه جدید آپدیت میکنم، یعنی ایندکس رو برابر با آی قرار میدم. دقت کنید که اتفاقی که اینجا میفته کاملا واضحه دیگه، یعنی من فرض کردم که بزرگترین خونه در واقع خونه ایندکس، دونه دونه چک میکنم میام جلو. خب فرض کنید خونه 0 بزرگترین خونه نبود، خونه 1م ازش در واقع بزرگتره، من اندیس رو از ایندکس رو از 0 به 1 تغییر میدم. وقتی میام سراغ خونه دوم، خونه دوم رو با خونه اول مقایسه میکنم، اگه بزرگتر باشه دوباره اندیس رو آپدیت میکنم. دقت کنید که وقتی اندیس یه جایی آپدیت میشه قطعا از یعنی اون خونه از این خونه که بزرگتر بوده ثانی از همه خونه قبلیش هم بزرگتره. چرا؟ چون این تا اینجای کار بزرگترین خونه بین همه
در واقع عناصر آرایی من بوده. پس این روندی که اینجا طی میشه روند مهمیه، حواستون بهش باشه، این الگوریتمش الگوریتم کاربردیه. خب کاری که من انجام میدم اینجا بعد از اینکه در واقع چاپ آرایی‌ام انجام دادم، تابع در واقع مکس ایندکسم رو فراخوانی میکنم، من یه متغیر ایندکسم اینجا تعریف میکنم، خروجی مکس ایندکس رو داخل اون میریزم، آرایه ARR رو به اندازه 10 بهش پاس میدم. کاری که انجام میدم اینه که در نهایت میام میگم که اندیس بزرگترین خونه ایندکس، ایندکس بزرگترین خونه چیه و در این حال ولیوش چیه و ایندکس و در واقع ARR ایندکس رو میدم که چاپ کنه. بکسلش انار رو هیچ وقت فراموش نکنید، اصولا درد سرزا میشه براتون تو خروجیتون و اینجا داستان تموم میشه. خب کاری که من انجام میدم اینه که میام GCC میزنم، مکس ایندکس .c کامپایلش میکنم و خروجیمون رو چاپ میکنم. نگاه کنید توی آرای 1, 2, 3 بقیه 0، اندیس 2 با ولیو 3 بزرگترین مقدار ما بود. خب حالا برگردیم سراغ کدمون، یکم دوباره میخوایم راجع به کد صحبت کنیم. خب حالا فرض کنیم من بعدم اینجا و دوستم بهم گفتش که پرهام من نمیخوام آرایم 10 خونه ای باشه، میخوام تو یه آرایه مثلا فرض کن 12 خونه ای ماکسیمم پیدا کنم. اوکی کاری نداره، من عناصر رو میذارم. حالا فرض کنید دوستم دوست داره که همه این عناصر پر باشن، اوکی این 12 تا خونه ما. خب و دوستم میگه که اوکی برو روی این 12 خونه ای کدتو اجرا کن، منم این تغییر رو میدم و فکر میکنم که خب اوکی برنامه بعد کار کنه دیگه. برنامه رو میبندم، کامپایل میکنم، اما متاسفانه چیزی که اتفاق میفته اینه که من 10 تا خونه شو بیشتر نمیبینم و ولیو 10 رو که تو خونه نهم قرار گرفته دارم در واقع به عنوان بزرگترین مقدار برمیگردونم. برگردیم سراغ کد، اتفاق ناگواری که افتاد اینه که من فراموش کردم که این حلقه چاپم رو و حلقه و مقدار سایزی که دارم به مکس ایندکس میدم رو آپدیت کنم. اوکی برای این کار یه راه حل خیلی ساده هست، برای اینکه دیگه هر بار ما خودمون دچار این مشکل نکنیم. اولین نکته این که من نیازی نیست که اینجا سایز رو برای آرایه مشخص کنم. چرا؟ چون اصولا که در واقع کامپایلر سی از روی تعداد در واقع آرگومان هایی که در واقع تعداد المنت هایی که برای مقدار دهی گذاشتین سایز آرایت رو مشخص میکنه. یعنی من وقتی 12 تا مقدار گذاشتم سایز AR 12 میشه. پس سایز و زمانی که در واقع بهش احتیاجی ندارید مشخصش نکنید، کارتون راه میفته. نکته بعدی اینه که من میخوام سایز رو استخراج کنم، میخوام دیگه همیشه از اون سایزی که در واقع آرایم داره استفاده کنم، که اگه من فردا روزی عنصر اضافه کردم به این آرایه نمیخواد که کل کد رو عوض کنم. یه متغیر کانستنتی تعریف میکنم، کانستنت سایز، این رو مساوی میذارم با سایز اف ARR تقسیم بر سایز اف اینت. خب اگه یکم راجع به این خط بخوایم صحبت کنیم، سایز اف ARR چیه؟ ما گفتیم سایز اف چیکار میکنه، میگه که یه متغیر چقدر تو حافظه جا گرفته. خب اگه متغیر ما آرایه باشه، مثلا یه آرایه 10 خونه ای به اندازه 10 تا اینتیجر تو حافظه جا گرفته، پس سایز اف ARR به ما 10 ضرب در واقع سایز اف اینتیجر میده. پس من اگه تقسیم برای سایز اف اینتیجر بکنمش، 10 که تعداد در واقع المنت های خودم هست رو میگیرم. اوکی حالا این رو امتحان هم میکنیم. من هر جا که 10 دارم رو به سایز تغییر میدم که دیگه خیالم راحت باشه که هر تغییری تو کدم بدم نیازی نیست همه کد رو عوض کنم. ببین این نکته الان که سایز کدمون کمه راحته، یعنی مثلا من میدونم که خب اوکی یه 4 دارم و به یه مکس ایندکسی که دارم سایز رو بهش پاس میدم، ولی کافیه پروژهتون بزرگ شه، کلی برانچ داشته باشه، کلی ایف مختلف و اینا، اونجا دیگه کنترل کردن این سخت میشه که من چه سایزهایی رو وقتی دارم سایز آرایه‌مو تغییر میدم بعد آپدیت کنم. اوکی برمیگردیم اینجا، فقط برای اینکه این قصه ای که گفتیم براتون در واقع یکم مطمئن هم شده باشیم بهش، چیزی که میخوام چاپ کنم سایز اف اریه، می نویسم سایز اف در واقع ARR دو نقطه درصد در واقع LU بک اسلش N و سایز اف ARR رو بهش میدم، برای اینکه میخوام مطمئن شم که اون ادعایی که کردیم ادعای درستیه. چیزی که ما دوست داریم ببینیم چیه؟ چیزی که ما دوست داریم ببینیم 12 ضرب در سایز اف اینتیجره. اوکی که سایز اف اینتیجر 4، یعنی من زدم 48 رو خروجی بگیرم. پس تا اینجا کاری که انجام دادیم این بود که سایز اف گرفتیم، سایز اف رو با استفاده از سایز اف سایز آرایه رو پیدا کردیم، آرایه رو چاپ کردیم و مکس ایندکس رو پیدا کردیم. نکاتی که تو این کد یکم مختلف بودا، یعنی چیزایی که با هم دوره کردیم، مقداری اولی آرایه رو دیدیم، پاس دادن آرایه به تابع دیدیم، سایز رو بعد بهش پاس میدادیم، بر اساس اون اومدیم مکس ایندکس پیدا کردیم، الگوریتم مکس ایندکس الگوریتم مهمی بود و در نهایت اومدیم مقداری اولیه رو یکم عوض کردیم و راجع به این صحبت کردیم که چجوری میتونیم سایز یه آرایه رو که داخل تابع خودمون تعریف شده، ببینید آرایه AR داخل مین تعریف شده، من میتونم سایزش رو داخل مین حساب کنم. این روش برای مثلا مکس ایندکس جواب نمیده، چون مکس ایندکس ARR رو داره ورودی میگیره، راجع به در واقع آرایه های ورودی نمیشه این کار کرد، اما راجع به آرایه که داخل تابعمون تعریف شده ما میتونیم سایزش رو استخراج کنیم. خب GCC maxindex.c خروجی که چاپ میشه رو میخوایم با هم نگاه کنیم.
خب سایز اف آرایه شد 48، همون که انتظار داشتیم. سایز اف اینت بود 4، 4 ضرب در 12 شد 48. نگاه کنید چاپ کردن آرایه درست چاپ شده، 12 تا مقدارمون چاپ شده و ماکسیمم هم مقدار 12 در خونه 11 هم بوده که به درستی برامون چاپ شده. خب تا اینجا برنامه مکس ایندکس رو با هم دیدیم و تونستیم بفهمیم که خب بزرگترین ایندکس، یعنی بزرگترین عدد ایندکسش چیه. حالا می‌خوایم وارد یه برنامه جذاب دیگه بشیم که خب آرایه داره و این میشه نکته مهم راجع به پاس کردن آرایه‌ها به تابه داره. خب اسم برنامه رو می‌ذاریم swap.c. خب مثل همیشه کتابخونه SDIO رو می‌خوایم اینکلود کنیم، می‌ریم برای اینکلود کردن SDIO. خب میایم پایین. نگاه کنید سواب کردن به معنی عوض کردن جای به قول معروف متغیر. خب من قبل از که اصلا وارد بحث آرایه بشم میام تو مینم دو متغیر تعریف میکنم، میگم آ برابر با 10 یا بذارید اینجوری بنویسیم. بنویسیم آ برابر با 73، میخوام عددش کم بزرگ بشه و مثلا بی برابر با 78. خب اولین کاری که میکنیم اینه که میخوام این عدد رو چاپ کنیم که مطمئن شیم که آ و بی متغیرهای درستی هستن برای ما. پس من یه درصد دی میزنم، یه درصد دی دیگه میزنم و مینویسم که آ مساویه با و در این حال ویلگول بی مساویه با این. یه بک استش این هم میزنیم که همیشه بیم خط بعد آ و بی تمام میشه. خب و من میخوام اینجا جای این دو متغیر رو با هم عوض کنم و بعد دوباره همین خط رو چاپ کنم که ببینم آیا جای این دو متغیر با هم عوض شده یا نه. خب برای این کار یه تابه میخوام بنویسم. حالا به هر دلیلی صلاح دونستیم که این تیکه از فانکشنالیتی برنامه بیاد بره توی تابه. خب تابه من قطعا void، اسمش رو میذارم swap. آبی رو ورودی میگیره، انتظار دارم جای آبی رو عوض کنه، پس یه متغیر temp تعریف میکنم، tmp برابر با a، متغیر در واقع a رو برابر با b قرار میدم و ببخشید متغیر a رو برابر با b قرار میدم و متغیر b رو برابر با tmp. خب از نظر فانکشنالیتی ادعا میکنیم که این تابه درسته. برای اینکه ادعامون هم ثابت کنیم میایم متغیر over رو اونجا چاپ میکنیم. اوکی ممکنه براتون تکراری باشه، یعنی ممکنه احساس کنید که خب اوکی میدونید جوابش میشه، ولی ادامه این جلسه قراره یکم ازش استفاده کنیم، واسه همین دارم اینو از قبل یادآوری میکنم، چون این بحثی که الان میخوایم بهش اشاره کنیم بحثی بود که تو تابه هم با هم داشتیم، ولی خب میگم هدفم اینه که به قول معروف به یه بار اینو با هم دوره کرده باشیم که بریم سراغ بحث مشابهش توی آرایه ها. خب من مینویسم که اینا داخل تابه سواپه، برای اینکه بدونیم داخل تابه سواپمون چه خبره و این دوتا هم که داخل مینن که دارن فراخوانی میشن، من میناشون رو اضافه کنم یه وقت یادمون نره. اینجا چی کار میکنم؟ اینجا سواپ رو فراخوانی میکنم برای آ و بی. اوکی پس میخوام که جای آ و بی عوض شه. خب بریم ببینیم برنامه همون چجوری کار میکنه. کامپایلش میکنم و اجراش میکنم. خب نگاه کنید وقتی تابع مین رو درست کردیم آ برابر 73 بوده و بی برابر با 78. داخل سواپ وقتی وارد شدیم بی برابر آ برابر 73 بوده، بی برابر 78. در ادامه در انتهای سواپ جای دو تا عوض شده، یعنی آ برابر 78 شده و بی برابر 73. منتظر داخل مین این تاثیر رو دنبال نمی کنیم. خب همونطور که به احتمال زیاد همتون وقتی من داشتم کد می نوشتم تو ذهنتون بود اینه که خب آره تابا کال بای ولیو ان و در نتیجه وقتی کال بای ولیو ان مقدار و متغیرها رو برای ما تغییر نمیدن. اوکی پس ما گفتیم که ما برای متغیرها همونطور که صحبت کردیم کال بای ولیو و وقتی کال بای ولیو باشه تغییرات متغیرها داخل تابه خودش رو در تابه فراخوانی کننده نشون نمیده. خب من میخوام همین بحث رو راجع به آرایه داشته باشیم. پس من میام یه بخش از این کد رو حالا نگه میدارم، میام این کار انجام میدم، میگم فرض کنید من یه آرایه ای دارم. اوکی آرایه ای دارم به اسم مثلا ARR و حالا آرایه از اینتیجر ها خواهد بود. بیاین این در واقع عددا رو داخل این آرایه بنویسیم، 73 78 و مثلا حالا فرض کنید 98. یه سری عدد میذاریم اوکی، یعنی و مثلا به اینجوری بنویسیمش 98 92 یه سری عدد جدید هم بذاریم. میخوام فقط در واقع چیز باشه، عدد میزان کافی داشته باشیم که سواب کردن رو بتونیم با هم دنبال کنیم. خب اینجا من یه آرایه دارم. اوکی پس ما اومدیم به جای متغیر آبی رفتیم سراغ یه آرایه با چند تا عدد، چند این تا عدد. اوکی حالا کاری که میخوایم انجام بدیم چیه؟ کاری که میخوایم انجام بدیم اینه که میخوایم ببینیم این سواب جدیدی که برای آرایه مینویسیم اصلا به چه شکلی میشه. خب قبل از اینا من میام این تابه های چاپ کردنم رو برمیدارم و چون میخوام در واقع توی جاهای مختلفی چاپش کنم این آرایه‌مو، میام یه در واقع تابه کمکی می نویسم
یه تابلو می‌نویسم به اسم پرینت یا دیسپلی اری، اوکی، دیسپلی ار، اوکی، و میخوام از این استفاده کنم برای چاپ کردنش که دیگه هی هر دفعه چاپش نکنم. یه در واقع ورودی اینت ARR میگیره و یعنی آره دیگه یه آرایه ARR میگیره و سایز این آرایه ARR رو که برامون چاپش کنه. کاری که انجام میده اینه که فور میزنه از اینت آی مساوی با صرف تا زمانی که آی کمتر از سایزه و آی رو پلاس پلاس میکنیم، میایم پایین پرینت اف میکنیم. این کار رو یادتون باشه تو سوال قبلی انجام دادیم، یعنی توی مکس المنت همینا رو هم دیدیم، برای همینه که من خیلی دیگه روش مانور نمیدم. میایم اینجا ARR آی رو چاپ میکنیم و در نهایت میایم خط آخر یه بک اسلش ان خالی میزنیم که کارمون را بیفته. خب پس این شد تابع دیسپلی اریمون. همونطوری که دفعه قبل هم صحبت کردیم، من راحتم که اینجا تابع کانست سایزی تعریف کنم برای اینکه دیگه راحت باشم، نمیخواد هی هر دفعه سایز این آرایه رو حساب کنم. سایز آرایه میشه سایز اف اریش تقسیم بر سایز اف اینتیجر، چون آرایه از اینتیجر است. آرایه از فلوت ها بود، گفتیم که این سایز اف ار رو تقسیم بر سایز اف فلوت می‌کنیم. اون سایز که تو مخرج میاد سایز اف یه المنت اون آرایه است. حالا اینجا برای ما مثلا اینتیجر. اوکی خب میریم سراغ این تابع سوپمون. تابع سوپمون بعد به چه شکلی تغییر کنه؟ خب تابع سوپمون انتظار داریم یه آرایه ARR بگیره، میخواد دو تا خونهش رو عوض کنه. من میگم گرفتن آیجش کفایت میکنه. خب یعنی ما سایزش برام مهم نیست دیگه. اگه برنامه فراخوانی در واقع تابع فراخوانی کننده داره اینو فراخوانی میکنه، ما سعی میکنیم انجام بدیم. یعنی دیگه با سایز کاری نداریم که مقایسه کنیم و اینا. پس ما اینجا سایز رو ورودی نمیگیریم. خب کاری که انجام میدیم اینه که ARR آی رو میریزیم داخل متغیر تمپ. ببینید همون روندایی که فرقی نمیکنه، فقط به جای چیز، به جای اینکه ما در واقع راجع به متغیر صحبت کنیم، داریم راجع به آرایه صحبت کنیم. بیا میشه ARR J، ایا میشه ARR I. خب و در نهایت اینا میشه ARR J و تموم میشه. اوکی پس این شد تابع سوپمون. الان دیگه تابع سوپمون این شکلی کار میکنه که یه ARR میگیره، یه در واقع متغیری که مثلا میخوام بگم واسه که مثلا من میخوام خونه 0 رو با خونه آخرمون مثلا، یا بیایم با خونه 1 مونده با آخرمون که میشه والا 1 0 1 2 3 مثلا خونه 3 عوض کنم. اوکی پس یه همچین سوپی میخوام انجام بدم. خب میریم سراغ بحث چاپ کردن آرایه‌مون. دوست دارم که دیسپلی ار کنم. کجا؟ اینجا. بگم که ARR رو بگیر و سایزش رو هم بگیر که برامون چاپش کنی، یه بار قبل از فراخوانی سواپ، یه بار بعد از فراخوانی سواپ. خب اگر بحث در واقع کال بای ولیو رو خاطرتون باشه، ما الان ادعا کرده بودیم که آقا توابع ورودیایی که میگیرن رو به صورت کال بای ولیو میگیرن و تغییری که روی این ورودی داده میشه در واقع چی میشه؟ روی در واقع تابع فراخوانی کننده انجام، فراخوانی شونده انجام میده، روی متغیرهای تابع فراخوانی کننده تأثیری ندارن. اوکی خب من این برنامه رو اجرا میکنم، با هم ببینیم چه اتفاقی میفته. من سواپ رو اجرا میکنم، کامپایلش میکنم. ببینید تغییر اتفاق افتاد، یعنی برخلاف اون چیزی که ما فکر میکردیم این دو تا خونه جابجا شدن. خب پس یه چیزی اینجا مشکوکه. اوکی خلاصه بحث ما این میشه که اگر شما آرایه ای رو به تابعی پاس دادین، آرایه، ببینید ما تا الان گفته بودیم که ورودی ها که خب تا الان هم داشتیم راجع به متغیر ساده یعنی غیر از آرایه صحبت میکردیم، اونا مشکلی نداشتن، این متغیر غیر از آرایه کال بای ولیو بودن، کپی میشدن. اما داریم میگیم متغیرهای آرایه دیگه کال بای ولیو نیستن، کال بای ریفرنس، و اگه ما تغییرشون اعمال کنیم روی این متغیر در تابع فراخوانی کننده هم اعمال میشه، مثل اینجا که روی مین اعمال شد. اوکی من فقط برای اینکه یکم در واقع بحثو براتون جذاب کنم، بحثم اینجا تمومه. یعنی من تو این مثال می‌خواستم فقط همین رو ببینید که برخلاف متغیرهای ساده ما تو آرایا کال بای ریفرنسینگ و تغییری که میدیم روی چیزام اعمال میشه، روی در واقع این متغیر در تابع فراخوانی کننده هم اعمال میشه. اما خب فقط برای اینکه بحث یکم جذاب‌تر شه، ما میتونیم چیکار کنیم؟ ما میتونیم آدرس متغیرها رو چاپ کنیم. خب این بحثیه که ما جلوتر باش آشنا میشیم، هنوز در واقع اصلا راجبش صحبت هم نشده، ولی حالا من فقط برای اینکه براتون جذاب کنم میگم جزئیات بحث رو جلوتر راجبش صحبت میکنیم. من فقط میخوام بگم که آدرس متغیر ARR رو برامون چاپ کنه. خب حالا اینکه این چجوری این چاپ رو انجام میده میگم جلوتر باش آشنا میشیم. من فقط میخوام یه چیزی رو با هم چک کنیم. متغیر ARR رو میگم داخل سواپ آدرسش رو برامون چاپ کن. خب و اینجا بعد از تعریف کردنش میخوام برامون چاپ کنه. اوکی پس دو جا میخوام برامون چاپ کنه، یه جا میخوام داخل مین برامون چاپ کنه، یه جا میخوام داخل تابع سواپ برامون چاپ کنه. اوکی پس دو جا ما میخوام این آدرس رو داشته باشیم. بیاین یه کار جذاب دیگه هم بکنیم. من اگه بیام اینجا و اینا رو تو داخل متغیر تعریف کنم، یعنی میگم آی 3 جی ام باشه، آی 0 و جی ام 3
و اینجا اینا رو با آی او جی فراخوانی کنم. خب میخوام صرف کنجکاویه، میخوام ببینم آیا آدرس اینا چه تغییری میکنه. یعنی من اگه آدرس آی او جی رو هم بخوام ببینم قبل از در واقع چیز، یعنی در تاب تو تابه مین و اون تابه‌ای که فراخوانیش کردیم اسم تابه اون بود سواب، میخوام ببینم آی او جی آدرسشون چه فرقی میکنه. اوکی پس من فقط میگم بچه بحث چاپ کردن آدرس رو جلوتر میخونیم، من کاری با الان کدی که دارم مینویسم ندارم، بیشتر میخوام فقط با حال و هوای داستان آشنا شیم، یعنی ببینیم که آیا این داستان چه شکلی، یعنی آدرس ها چه فرقی میکنه، آدرس داخل مین با آدرس داخل تاب سواب چه فرقی میکنه، که یه کم این بحث کال بای ولیو کال بای ریفرنس شاید بهتر برام جا بیفته. اوکی خب من اینو کامپایل میکنم دوباره. خب بیایم با هم نگاه کنیم. آدرس آی او جی داخل تاب مین، آدرس در واقع آر ای داخل تاب مین یه همچین چیزیه. خب این آدرس یه خونه حافظ است و آدرس متغیر آی او جی من 28 و مثلا 24. حالا تقریبا آخرشو با هم نگاه کنیم، با هم تو آخرش فرق داره. خب اما نگاه کنید وقتی رفتیم تو سواب ببینید آدرس ای آر آر هنوز هم همونه. خب یه جورایی بعد یه حسی پیدا کنید دیگه، نگاه کنید آدرس ای آر آر داخل مین و داخل سواب یکیه، یعنی جفتشون دارن با یه متغیر کار میکنن، چون نگاه کنید شناسه متغیر آدرسشه. یعنی ما میگیم تو حافظه کجاست دیگه، یعنی اگه متغیر من یادرس دیگه ای باشه دیگه تمومه، یعنی من یه متغیرم اینجاست یه متغیرم اینجا، تو متغیر مختلفن. اما نگاه کنید ARR جفتش یه آدرسه. اوکی پس یه جورایی من دارم با یه خونه حافظه اینباری کار کنم، ولی IOJ نه، IOJ یه جا یادرسی دارن یه جا یادرس دیگه دارن، برای همینه که تغییر دادن داخل تاب سواب تأثیری رو تاب مین نمیذاره، اما ARR نه. اوکی این بحث رو گفتم، امیدوارم میگم براتون گیج کننده نباشه، بیشتر می‌خواستم بهتون کمک کنیم که درک کنید که چرا آرایه‌ها کال بای ریفرنس ان و متغیرهای دیگه کال بای ولیو ان. پس چیزی که قرار از این بحث با خودتون داشته باشید همینه که اگه جایی تابعی داشتین که بهش آرایه پاس دادین، حواستون باشه که اون میتونه آرایه رو عوض کنه، یعنی میتونه روی در واقع آرایه تاثیر بذاره و آرایه رو عوض کنه و اینجوری دیگه در واقع ممکنه خراب بشه داستان. اوکی خراب شدن به این معنی که ممکن انتظار نداشته باشین تغییر کنه و تغییر کنه یا حالا بالعکسش. اوکی